سلام به دوستان عزیزم، به کانال راوی شب خوش اومدید. با من همراه باشید تا افسانه عاشقانه امیر ارسلان نامدار رو بشنوید. راویان داستان و ناقلان آثار روایت کرده اند که امیر ارسلان نامدار برای نجات ماهمونیر از چنگلهاک دیو به سرزمین جان رفت. سهیل وزیر که در مملکت جان به جای ملک جان شاه نشسته بود و حکمرانی می کرد، با کمک شیر گویا که در واقع خدای طایفه بنی جان بود نقشه ریخت و قرار شد که سهیل وزیر به خدمت ملک ارسلان بره و خودش رو تسلیم کنه و بگه در جنگلی نزدیک مملکت جان اژدهایی هست که طایفه بنی جان از دستش به ستون اومدن. اگر شما که امیر ارسلان نامداری بتونی اون اژدها رو بکشی و مردم رو از دستش خلاص کنی، همه طایفه بنی جان خداپرست میشن. ملک ارسلان شاه هم از روی غیرت قبول کرد و قول داد که فردا به جنگ شیر گویا بره. خلاصه فردای اون روز ملک ارسلان شاه نامدار به جنگ اژدها رفت و تیری به سمت اون پرتاب کرد که تیر به چشم اژدها خورد، ولی همون لحظه اژدها قلابی رو به سمت امیر ارسلان انداخت و اون رو محکم گرفت و ملک ارسلان رو به همراه شمشیر زمردنگار و خنجر زمردنگار بلعید. آه از نهاد ملک اقبال شاه و ملک شاه رخشاه و امیران برآمد. اژدها حمله کرد و همگی فرار کردند و به قدر 100 نفر رو اژدها بلعید و رفت. سهیل حرامزاده که اون هنگامه رو دید فرصت رو غنیمت دونست و با کسانش فرار کرد و به شهر رفت. ملک اقبال شاه و ملک شاه رخشاه و آصف وزیر و امیرانم با کمال افسردگی و پریشونی وارد اردو شدند و با غم و اندوه فراوان در بارگاه آرام گرفتند. ملک اقبال شاه گفت: هرچه به این جوان بی عقل نصیحت کردیم که قدم در مملکت بنی جان مگذار، گوش نکرد. خودش را ناحق به خورد اژدها داد و ما را در برابر الهاک دیو و حرامزاده آورد. یقین دارم یک تن از ما به خاک پریزاد بر نمی گردد. آصف وزیر گفت: قربانت گردم، سحر بود. و ملک اقبال شاه جواب داد: خیر، اژدها بود و این جوان بیشعور خودش را به کشتن داد. در اینجا ملک شاه رخشاه گفت: آصف وزیر راست میگوید، به جهت آنکه وقتی امیر ارسلان تیر به چشمش زد به زبان فصیح ناسزا به امیر ارسلان گفت. اگر اژدهای واقعی بود حرف نمیزد. و ملک اقبال شاه دوباره گفت: به هر صورت به بدبلایی دچار شدی. و رو به آصف وزیر کرد و ادامه داد: وزیر، اجالتا رملی بکش ببینم چه بر سر امیر ارسلان بیچاره آمده. و آصف وزیر اسطرلاب از بغل بیرون آورد و رمل رو به تخته زد. اسطرلاب رو در برابر آفتاب نگاه داشت و نظر در 16 خانه رمل کرد و گفت: قربانت گردم، امیر ارسلان زنده و سلامت است. او را در جای تاریکی میبینم، گویا زندان باشد. تا 40 روز طالعش ضعف دارد، بعد از 40 روز خلاص می شود و فتحی می کند. و اقبال شاه و سایرین خوشحال شدند. چند ساعتی از شب گذشت و ملک شاه رخشاه و ملک اقبال شاه و آصف وزیر و چند نفر از امیران محرم در خلوت نشسته بودند و حرف امیر ارسلان در میان بود که ناگهان سر و کله پیرمرد زاهد از در چادر خلوت نمایان شد. آمد و نشست و از کیفیت ماجرا باخبر شد و کف افسوس به یکدیگر سایید. بعد گفت: هزار حیف که من نبودم و الا نمیگذاشتم امیر ارسلان فریب سهیل حرامزاده را بخورد. و ملک اقبال شاه در جوابش گفت: در هر حال کاری بود که شد. کاش از او خبری داشتیم که حالا کجاست و به دست چه کسی گرفتار است. اگر امیر ارسلان نباشد جان ما همه در معرض تلف است. گذشته از اینها حق جان به گردن همه ما دارد. اگر یک نفر از ما گرفتار می شد، امیر ارسلان تا او را نجات نمی داد آرام نمی گرفت. و پیرمرد زاهد به ملک اقبال شاه گفت: شما تشویش نداشته باشید، به حفظ اردو و سپاهیان مشغول باشید، من به تنهایی میروم خبری از امیر ارسلان بیاورم. بعد از جاش بلند شد و به یک طرف اردو زد و رفت. اردوی ملک اقبال شاه رو در اینجا داشته باشید تا چند کلمه ای از امیر ارسلان نامدار بشنوید که همین که اژدها اون رو فرو برد از تعفن دهان اون حرامزاده بیهوش شد. یک وقت به هوش آمد و خودش رو در باغی دید که هر دو دستش رو محکم بسته بودند و پیر زال افریتی رو دید که یک چشم خودش رو بسته در بالای تخت مرصعی نشسته بود. 80 تن از کنیزان ماه صورت برابرش ایستاده بودند و همین که امیر ارسلان چشم باز کرد، پیر زال نعره زد: ای جوان مادر به خطا، تو را چهت آن که قدم در مملکت بنی جان بگذاری و طلسم قلعه سنگ باران را بشکنی. یک بار به دزدی در این مملکت آمدی و رفتی، به خیالت رسید که هنر کردی، دوباره جرأت کردی و آمدی. تو نمیدانستی هر تکه گوشتت به دست 100 عفریت و اجنه میافتد؟ حرامزاده، تیر بر چشم من میزنی؟ اگر از ترس خداوند شیر گویا نبود، ریز ریزت میکردم. و امیر ارسلان که حرفاش رو شنید گفت: ای جلب گیسو بریده، اگر خدای 18,000 عالم فرصتم بدهد، خاک در کاسه سر تو خداوندت میکنم. و اون پتیاره نعره‌ای برآورد و چند نفر افرید حاضر شدند و به اونها گفت: این حرامزاده را ببرید در زندان و امشب نگاه دارید، فردا صبح او را با دست بسته ببرید در قلعه خداوند، به دست محرمان و کشیشان بسپارید و برگردید. و افریتان تعظیمی کردند و سر زنجیر امیر ارسلان رو گرفتند و اون رو به زنجیر خانه بردند و در بند کشیدند. اون شب رو تا صبح امیر ارسلان نامدار یکه و تنها به درگاه خدا نالید تا زمانی که قرص خورشید جهانتاب از زندان افق بیرون آمد و عالم رو به نور منیر خودش منور کرد. هنگامی که صبح شد، افریتان زندانبان داخل زنجیرخانه شدند و سر زنجیر امیر ارسلان رو گرفتند و رو به جانب قلعه شیر گویا روان شدند. اندک مسافتی که طی کردند، قلعه نمودار شد. همگی به سجده افتادند و امیر ارسلان از اعتقاد اونها تعجب کرد و آمدند تا به در قلعه رسیدند. افریتانی که دربان قلعه بودند امیر ارسلان رو دیدند و بلند شدند و به درون قلعه رفتند و به کشیش بزرگ که نایب خداوند بود عرض کردند. کشیش هم به درون گنبد آمد و در برابر شیر گویا سجده کرد و عرض کرد: امیر ارسلان رومی را ملک ریحان بانو با دست بسته به خدمت فرستاده است. و شیر گویا رخصت داد. کشیشان بیرون آمدند و امیر ارسلان رو داخل بردند. امیر ارسلان قلعه‌ای دید که در وسط اون گنبدی از طلای ناب ساخته بودند و دری از جواهر بر اون گنبد گذاشته بودند. 400 صندلی مرصع در خیابان قلعه بود و 400 کشیش ریش سفید همه لباس مرصع پوشیده و نشسته بودند. کشیش حاجب که بزرگ اونها بود سر زنجیر امیر ارسلان رو گرفت تا به در گنبد رسیدند. امیر ارسلان رو نگه داشتند و کشیش حاجب داخل شد و دوباره مرخصی طلبید و صدای مهیبی به گوش امیر ارسلان اومد که داخلش کنید. کشیش حاجب امیر ارسلان رو داخل کرد و دستور داد سجده کن، ولی ملک ارسلان محل نگذاشت. اما چشمش به مکانی افتاد که اگر تمام زر و جواهر دنیا رو جمع کنند سلس اون زر و جواهر نمی شد و پرده ای از مروارید در وسط گنبد آویخته بودند. صدای مهیبی از پشت پرده بلند شد که پرده را برچینید تا این مادر به خطای آسی را ببینم. پیرمرد حاجب هم پرده را برچید و چشم امیر ارسلان به تخت مرصعی افتاد که 200 پایه داشت و نره شیر سیاهی با 70 زر قد به روی تخت خوابیده بود و یال از یالش به در رفته بود. دهانش مثل غار و چشمهاش مثل کاسه مشعل سوزان بود. تا پرده برچیده شد پیرمرد حاجب با کشیشان مثل برگ درخت به زمین ریختند و سجده کردند. ولی هرچی که به امیر ارسلان گفتند سجده کن اصلا اعتنایی نکرد. کشیش حاجب پشت گردن امیر ارسلان رو گرفت و زور زد که اون رو خم کنه، ولی امیر ارسلان مثل سرو آزاد ایستاد که صدای شیر گویا بلند شد: ای جوان بیخرد، هیچ میدانی چقدر خیره سر و بیادب هستی؟ با این همه بیادبی که کردی بیا سجده کن و از خدای نادیده بگذر تا از خون تو بگذرم. ولی امیر ارسلان گفت: حرام زاده، سگ کیستی که تو را سجده کنم؟ هرچه از دستت برایت در حق من بکن. به توفیق خدای 18,000 عالم تو را هم مثل سایرین خاک در کاسه سرت می کنم. و شیر گویا به غضب آمد و گفت: مادر به خطای حرامزاده، در حضور من بی ادبانه سخن میگویی؟ به عظمت خودم به صورت خرچنگت می کنم. و امیر ارسلان جواب داد: حرامزاده پوچ مگو که با شمشیر دو نیمت می کنم. و شیر گویا لب به هم زد و به جانب امیر ارسلان دمید. اصلا حالت امیر ارسلان تغییری نکرد و پشت شیر گویا لرزید. بعد از اون فریاد زد: ای بنی آدم حرامزاده، دانم چه به روزگارت بیاورم، به این شمشیر و خنجرت مینازی؟ و به پیرمرد حاجب گفت شمشیر و خنجر زمردنگار رو از کمر اون باز کن. پیرمرد خنجر و شمشیر رو از کمر امیرارسلان باز کرد و بالای تخت کنار دست شیر گویا گذاشت و آه از نهاد امیرارسلان برآمد. دوباره شیر گویا لب به هم زد و به جانب امیرارسلان دمید و ساعتی صبر کرد و دید اثری نکرد. فریاد زد: حرامزاده، خودت سحر میدانی یا ساحری تنت را طلسم کرده؟ بعد از اون گفت: این مادر به خطا رو در زندان کنید و اون رو در بند بکشید تا به شما بگم که چی کار کنید. کشیشان سر زنجیر امیر ارسلان رو کشیدند و در میان زنجیر خانه به بند کردند و برگشتند و در حضور شیر گویا سجده کردند. شیر گویا رو به جانب حاجب گفت: برو یک نفر افریت بفرست در قلعه سنگ باران الهاک دیو را بیاورد. و پیر بیرون آمد و یک نفر از افریتان رو فرستاد. از اون طرف الهاک حرامزاده در برابر ماهمونیر نشسته بود و التماس وصل می کرد و ماهمونیر فحش می داد و ناسزا می گفت که افریت رسید. در برابر الهاک دیو تعظیم کرد و گفت: پهلوان، خداوند شما احضار کرده است. و الهاک دیو بلند شد و به جانب قلعه شیر گویا روان شد. آمد و در گنبد در برابر تخت شیر گویا به سجده افتاد و شیر فریاد زد: پهلوان کجا بودی؟ تقدیر کردم که بروی 40 روز اردوی پادشاهان پریزاد را که به چنگ ما آمده اند برهم بزنی. و الهاک دیو عرض کرد: قربانت گردم، امیر ارسلان با شمشیر و خنجر زمردنگار در اردوی پادشاهان پریزاد است، من چگونه تا به مقابله با او دارم؟ و شیر گویا خندید و گفت: امیر ارسلان رومی الان در بند من گرفتار است، شمشیر و خنجر زمردنگار هم نزد من است. و همین که الهاک حرامزاده این مژده رو شنید، انگار دنیا رو به اون دادند. جلو آمد و شیر گویا شمشیر زمردنگار رو برداشت و به دستش داد و گفت که به کمر ببند و به جنگ برو. الهاک هم شمشیر رو گرفت و سجده کرد و عرض کرد: قربانت گردم، خنجر زمردنگار را هم به بنده مرحمت بفرمایید. و شیر گویا گفت: همان شمشیر تو را کافی است، خنجر باید در نزد من باشد. و در این گفتگو بودند که از در گنبد صدای شیون بلند شد. شیر گویا پرسید: چه خبره؟ و عرض کردند: پیرمرد زاهد نگهبان قلعه سنگ باران آمده. شیر گفت: داخلش کنید ببینم که چی میگه. و پیرمرد داخل شد و در برابر تخت شیر گویا سجده کرد و بنای شیون گذاشت. شیر پرسید: تو را چه میشود پیرمرد؟ و عرض کرد: قربانت گردم، داد از دست الهاک دیو که خیانتها به خداوند کرده. بنده نگهبان قلعه سنگ باران هستم، یک سال قبل که ملک ارسلان قدم در این خاک گذاشت و دستگاه طلسم را برهم زد، شمشیر و خنجر زمردنگار را بیرون آورد و تمام اموال به قدر دولت 10 سر پادشاه در قلعه بود. به هیچ کدام اعتنایی نکرد و همه را به من سپرد. من از روی ناچاری اطاعتش کردم و میدانستم که دیگر در این مملکت نخواهد آمد. او رفت و دختر ملک جان شاه که ماهمونیر نام داشت و نامزد خداوند بود به همراه خودش برد. من در این مدت 1 سال تمام اموال را جمع کردم و خیال داشتم که به خدمت خداوند بیاورم. ولی 3 ماه پیش از این یک روز نشسته بودم و خیال داشتم کلیدهای خزائن را به حضور شما بیاورم که دیدم الهاک از روی هوا پیدا شد. همین که دستگاه را به هم خورده دید، مرا چوب فراوانی زد و کلیدها را از من گرفت. هرچه فریاد زدم که این اموال مال خداوند است، از من نشنید. میخواستم بیایم به حضور شما شکایت کنم، ولی پایم مجروح بود. همه این مدت از ترس الهاک در جنگلها به سر بردم تا پایم خوب شد و شنیدم ماهمونیر دختر ملک جان شاه را که نامزد شما بود و امیر ارسلان برده بود با خود آورده و شب و روز با او عشق بازی می کند. به علاوه آن که اموال شما را هم صاحب شده و این فتنه را برپا کرده که امیر ارسلان رومی به هوای دختر لشکر کشیده و به این مملکت آمده. القصه شیر گویا همین که حرفای پیرمرد زاهد رو شنید متغیر شد و به الهاک گفت: حرامزاده، تو را چه حد آن که نامزد مرا بیاوری و دولت قلعه سنگ باران را صاحب شوی؟ و الهاک سر به زیر انداخت و سخنی نگفت. شیر دوباره حرفاش رو تکرار کرد و این بار الهاک گفت: خداوندا، این پیرمرد دروغ میگوید. دختر نزد من نیست و اموال را که از او گرفتم به خاطر این است که می گفت مال امیر ارسلان رومی است. من گرفتم که به خدمت شما بیاورم. و پیرمرد رو به شیر گویا گفت: دشمنی به سر خداوند کرده ام که دروغ بگویم. 1 نفر بفرستید در قلعه سنگ باران، اگر ماهمونیر آنجا نبود بفرمایید مرا بکشند. و شیر گویا که شیشه ها جبر و طلبید و گفت به گردن عفریت سوار شو، به قلعه سنگ باران برو و ماهمونیر دختر ملک جان شاه رو که در بند الهاکه بیاور. بعد از اندک زمانی کشیش داخل گنبد شد و از عقب سرش ماهمونیر مثل قرص آفتاب تابان داخل شد و سر به زیر انداخت. چشم شیر گویا بر آفتاب جمال و قد با اعتدال 18-19 سال دختری افتاد که از جایی که آفتاب طلوع میکنه تا جایی که غروب میکنه از حسن و جمال و زیبایی مادر دهر قرینش رو به عرصه وجود نیاورده. به مجرد نگاه 100,000 تیر از صف مژگان خونخوار ماهمونیر جستن کرد و بر هدف سینه شیر گویا نشست و 1 دل نه 1000 دل عاشق و مایل ماهمونیر شد، به طوری که عنان صبر از کفش گسیخت و به قدر 2 ساعت خیره خیره به ماهمونیر نگاه کرد. بعد با 1000 تعب خودداری کرد و رو به جانب الهاک کرد و گفت: مادر به خطای حرامزاده، چون شد تو که میگفتی پیرمرد دروغ میگوید. این نازنین کیست؟ و الهاک سر خجالت به زیر انداخت و خاموش شد. شیر گویا دوباره گفت: حرامزاده، باش تا سزای این خیانت را در کنارت بگذارم. حال چون تقدیر کردم که به جنگ پادشاهان بروی، تبدیل نمی شود. برو، اگر به دلخواه من جنگ کردی از تقصیرت می گذارم و الا خاک در کاسه سرت می کنم. و الهاک حرامزاده مثل خوک تیر خورده در دل فحش و ناسزا به پیرمرد می داد و در برابر تخت شیر سجده کرد و بیرون رفت. بله دوستان عزیزم، اینم از قسمت 47م افسانه عاشقانه امیر ارسلان نامدار. اگر داستان رو دوست داشتین ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و حتما نظراتتون رو برام بنویسید و زنگوله کانال رو فعال کنید تا از قسمت بعد جا نمونید. تا شب بعد و ادامه این داستان زیبا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.